اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلام و درود خدا بر شما عزیزان و امیدوارم هر کجا هستی در صحت و سلامت باشید. اجازه بدید حلول ماه مبارک شعبان و آغاز این ماه بسیار پر خیر و برکت و پر از وقایع و تولدهای دوست داشتنی رو به محضر شما و امام زمان یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض بکنم و از خداوند متعال بخواهم به برکت صاحب اولین مولود این ما همه ما رو حسینی در فکر در ایده و در مرام زندگی قرار بدهد انشاءالله در خدمت جناب استاد وافی هستیم با موضوع نظام خانواده اسلامی که به محضرشون سلام و عرض ارادت و تبریک و شاد باشدارم علیکم السلام و اسعد الله ایامکم منم این ایام و این ماه مبارک رو خدمت شما و همه بینندگان گرامی تبریک عرض کنم. سلام خیلی ممنون و متشکر ماه شعبان از دیرباز برای مردم ماهی بوده که با آغاز زندگی هم تخیل بوده حالا مراسم های عروسی و عقد و نظائر این جشن ها رو توی این ماه به برکت موالیدی که خداوند متعال مقرر فرمودن ترکیب بوده حالا امروز هم در آستانه این ماهیم یعنی در شروع این ماه مبارک و به تعبیری هم شب ولادت پا فکر می‌کنم این موضوع ازدواج ما یعنی موضوع بحث ازدواج خیلی توی این ماه شیرین‌تر باشه شاید تأثیراتش بیشتر باشه چون پیام شما رو می‌گیرن منظرش رو در خیابون‌ها می‌بینن اگر حالا با این اوضاع این بیماری مردم رعایت‌هاشون هم میکنن ولی به هر حال جشن رو میبینن شاید یک تاثیر چند برابری بذاره جوانای قدری چون آره بحث ما به آوری رسیده نمی خیابون نمی‌خواد نمیخواد دیگه خب <تصفح> خدمت شما ارز کنم که بینندگانی که برنامه ما رو دنبال میکنن جلسه قبلی به مناسبت انگیزه های ازدواج یکی از انگیزه های مهم به ازدواج و بحث فرزند آوری مطرح کردن سه تا روایت ناب خوندم که سومیش روایت نبوی صلی الله علیه و آله تناکهو تکثرو یکی از اهداف ازدواج تکثیر نسل بر شما شده بود ببینید به این مناسبت میخوام یه مقدار صحبت کنم البته جلسه قبل عرض کردم که بحث فرزند آوری هنوز زوده ما بریم تا ازدواج و بعدن چون الان به عنوان انگیزه قبل از ازدواج هم مطرح هست و کشور ما هم مواجه با یک مشکلی شده به نام کاهش جمعیت هلی. یه جلسه رو اختصاص بدیم به نظرم جا داره با این مقدمه که جناب آقای موسوی جمعیت یک مسئله اعتقادی فرهنگی اقتصادی سیاسی و حتی امنیتیه این نباید به جمعیت به صرف اینکه حالا یک افراد زیادی توی کشور وجود دارن کم بودنش آفاتی داره و جمعیت زیاد یک نقطه قوت کشور محسوب میشه البته با توضیحاتی که عرض میکنم قبل از اینکه وارد مسئله بشم با اینکه ما بنا نداریم که نقل قول کنیم از حالا شخصیت های غیر مسلمان ولی جا داره اینجا من دو تا نقل قول بکنم یکی از شخصی به نام جاناتان ویلاست بینندگان توی اینترنت هم سرچ کنن ایشون گفته اگر آمریکا بخواهد به رهبری خود در جهان ادامه دهد ما به بچه های بیشتری نیاز داریم جمعیت آمریکا شاید نزدیک 400 میلیون باشه ولی ببینید رهبری و سیتره بر جهان رو بازم در جمعیت بیشتر میبینه جمعیت چون کم نیست ولی نسبت به اون کار و هدفی که دارن نیاز به جمعیت بیشتری دارن یه شخص دیگر هم هست به نام دیوید باتزری تزری مطرح و معروف یهودیه اینم در یکی از اجتماعات زنان توی اسرائیلم بوده عجیبه هزاران زن اینجا شرکت داشتن اینم هم, هم اجتماعش و متن صحبتاش توی اینترنت من نمیخوام وارد بشم ایشون از زنان یهودی خواسته زنان یهودی خواسته که هر کدوم لا شما بگی چند فرزند بیارن بالای 10 تا 12 تا فرزند دوازده. بیارن یعنی تعیین کرده براشون گفته شما بعد لا اقل جمعیت یهودیا کمه آره نیاز نیازمند لا 12 تا دو فرزند بیارید و بعدا گفته چهل ساله ها هم به فرزند آوری ادامه بدن عجب. پس ببینید مشکل انفجار جمعیت در کل جهان نیست مشکل انفجار جمعیت مسلمان یا شیعه است اگه قرار باشه کره زمین و جمعیت بخواد برای سنگینی بکنه چه فرقی بین آمریکایی ها یهودی ها مسلمانان و شیعیان وجود داره اونها چرا برای خودشون جمعیت زیاد رو آرزو میکنن و نه تنها آرزو اقدامات مؤثر انجام میدن که جمعیتشون بیشتر بشه اما وقتی به ما میرسه جمعیت ما وزن ما سنگینی میکنه بر کره زمین پس یه کاسه زیر نیم کاسه هست هدفشون بخوام یه مقدار جزئی تر به بینندگان بگم من یه انقلتی مثل بله. بیرون وقتی مباحثه میکنیم بیارم خب آقا این بچه آوردن هزینه داره با این اوضاع بیرون بله بله عرض میکنم این انقلت رو یه مقدار سب کنید چند تا هشدار بدم جمعیت ایران عرض کردم ما میگیم ایران اون کشور شیعه بله و حالا مبدئی که است بله جمعیت ایران در سال 85 35 درصدش جوان بوده در سال 95 25 درصدش جوان شده روح یعنی نزول. نزول این نزول نزول خیلی سریع بوده ها یعنی این نزول در 10 سال یا 20 سال خیلی از کشورها این نزول در 200 سال داشتن یعنی 200 سال طول کشید تا 10 درصد جمعیت جوانشون کم شده ما الحمدلله تو همه کارا پیشرفت داریم تو اینم پیشرفت داشت. ممکنه بعضی از بینندگان این درصد جمعیت رو کاملا من به طور کاملا ملموس. جناب موسوی فکر میکنه سال 65 که سال دوری هم نیست. بله دهه 60 دیگه. سال 65 مادران ایرانی به طور متوسط چند فرزند داشتن حد می‌زنید؟ به طور متوسط شاید بین 3 تا 5. جناب موسوی سال 65 متوسط فرزندان یک خانواده 6 و 8 بوده یعنی نزدیک 7 تا ما باور اون نمیشه از بس دیگه اینا خیلی میکنیم مال ست سال پیشه سال شست و پنج سال جنگ بود که سال شست و پنج. هر خانواده ای به طور متوسط متوسط که میگم ما یعنی یکی ده تا یکی چهار تا حدود هفتا داشتم خیلی خوب سال هفتاد و یک شده چهار تا سال 79 شده دو و یک دهم ده سال 90 شده یک و دو دهم ده هم. برای اینکه کاملا متوجه بشن بینندگان دو و یک دهم ده یعنی رشد جمعیت صفر به خاطر اینکه یه زن و شوهر باید بیش از دو تا اضافه کنن تا بگیم رشد جمعیت صورت گرفته دو و یک دهم ده کمتر باشه یعنی صفر این رشد جمعیت چه صفره حالا حساب بکنید سال 90 شده یک و دو دهم ده یعنی به طور متوسط منفی دیگه آره من رشد منفی پیدا کردیم یه پرانتزم باز کنم دولت وقت ایران در کنفرانس قاهره آدرس فقط میدم یعنی تعهد داد که جمعیت به دو و یک برسه این دو و یک در سال 79 محقق شد ولی ول نکردن ادامه دادن یه لطیفه هم برای این ایام شادی میگن بنده دنبال دوز کرد از دوز افتاد جلو <applause> از دوزه جلو زد بابا سال 79 به اون تعهدی که در کنفرانس قاهره که فقط آدرس دادم داده بودن رسیدن به دو و یک دهم ده رشد جمعیت صفر اما ادامه دادن در سال 90 رسید به یک و دو دهم ده یعنی ده کاملا منفی خب ممکنه بینندگان ما هنوز احساس نکنن که خطری تهدید میکنه بعضی وقتا در رسانه ها چون الان یه ده سالی هست تقریبا هفت سالی هست که سیاست عوض شده بله تعبیر میکنن به پیری جمعیت این پیری جمعیت مشکلی بوده که اروپایی ها ژاپن اینا باش درگیر شده بودن و امتحانش رو پس داده بود و ما وقتی در ایران سیاست های کنترل جمعیت شروع شد که اونها سیاست های تشویق به اولاد رو شروع, شروع کرده بودند. معمولا ما جهان سومی ها به اصطلاح امروزی مصرف کننده نسخه های تاریخ آنست. مصرف ش... نه دیگران تاریخ مصرف گذشته دیگران شما میرید مغازه ایش خواهده نیست یک پاکت شیری که دو سه روز تاریخ انقضایش گذشته مصرف کن یا بخرید معمولا شو... پیگیری کنند بینندگان دهه هفتاد اروپایی ها به سیاست های تشویق به فرزند آوری چه جایزه هایی بدن مهاجر پذیری چقدر راحت می برن مهاجر جا ساکن که ما جمعیت ما زیاد بشه در همون دهه هفتاد برای ما که کشور با جمعیت بالای شیعه هستیم سیاست های کنترل جمعیت هیچ کس هم متهم نمی کنن. ما نمیدونیم دولت ها تو چه محضور هایی واقع شدن آیا به پولی نیاز داشتن آیا وامی میخواستن بگیرن این شرط ضمن وامش بوده ما کاری نداریم ما اون چیزی که واقع شده 30 سال 20 سال دیگه جمعیت ما که الان 85 تقریبا میلیون هست 20 30 سال دیگه طبق پیش بینی کارشناسان جمعیت میشه به نزدیک 30 40 میلیون و این مایه خوشحالی نیست این باعث ضعف برای همین الان همش در تکاپو هستن که اون 20 سال 20 سالم 20 سال تبلیغات پشت سرش هست دقیقا. یعنی روی پاکن پاکن بچه مدرسه ما هم شعار فرزند کم تا زندگی بهتر هک شده بود یکی از دوستان گفت اینو هر جایی رسیدی نقل کن از طلبه ها هستم الان شاید 20 سالش باشه می گفت من 4 5 ساله بودم یه بار با پدر مادرم رفتیم فرودگاه سوار حقما بشیم این چرخی که روش ساکو گذاشتم می‌بردن طرف بار فرودگاه دم روی این چرخ نوشته فرزند کمتر زندگی بهتر مثلا من 5 6 سالم یا 6 7 سالم بود حالا اگه تو سواد 7 سالش خوندم اینو میگفت اون لحظه احساس شرمساری کردم گفتم چقدر من بار سنگینی هستم سن بر پدر و مادرم الله یعنی خجالت کشیدم یعنی غصه خوردم به حال پدر و مادرم ببینید این شعار روی بچه هفت سالم موثره چه بخوایم چه نخوایم خب ظرف 20 سال به هر غرضی حالا خواسته نخواسته آمدانه ناشیانه این سیاست در جامعه ما پیاده شد فقط یه نکته بگم بقیش برای بخش دوم یک شعبه هست میگه آقا جان شما آخونده ها جوری هستید هر بار یه حرفی میزنید انگار خودتونم خودتون رو قبول ندارید من چند روز پیش توی تاکسی نشسته بودم رادیو موسیقی پخش میکرد منم نه به عنوان اینکه حالا حرامه یا مثلا با تحکم گفتم اگه اشکال نداره مثلا خاموش کنید گفت آقا شما خودتونم خودتون رو قبول ندارید بابا دو گروه هستن من. گروه هایی که طرفدار موسیقی هستن با گروه هایی که دو گروه هستن همه رو به یک چشم نباید نگاه کنیم این که شما یه زمانی میگفتید فرزنده کمتر حالا میگید فرزنده بیشتر نه همون زمانم هم مخالفینی بودن, بودن. اما طبیعی کسی که مخالفه برد. نمیتونه در رسانه ملی بره و مخالفت خودش رو ابراز, ابراز, کنه چون سیاست بر این تعلق گرفته که فعلا این شعار نهادینه بشه. من نام کتاب رو میبرم بدون ذکر نام نویسنده ببینید ما بارها گفتیم اگه ما کتابی رو نام میبریم به معنای تایید 100 درصد اون کتاب نیست ولی مباحثش و حتی مفیده اگر دیده. اون کتاب کل مباحثش مفیده به معنای خوب بودن بقیه کتابای اون نویسنده هم نیست این دیگه بینندگان میدونن ما باید. غیر از کتب به نه نهج البلاغه و صحیفه و قرآن نمیتونیم ما مثل سنن نمیگیم صحیح بخاری همه کتابی که همش صحیحه الا ای حال اگه سرچ کنن توی اینترنت فایل پی دی هم میاد تایم میتونن بکنن کتابی در دهه هفتاد اوایل دهه 70 نوشته شد به نام کاهش جمعیت ضربه سهمگین بر پیکر مسلمین این چاپ شد و پخش شد البته ظاهرا جلوی چاپ دومش گرفته شد در اینترنت موجوده معلفش بایکوت شد با اینکه از شخصیت های مذهبی بود این کتاب هشدار داد از اسمشم پیداست کاهش جمعیت ضربه سهمگین بر پیکر مسلمین آمارهای بسیار خوبی یعنی در این کتاب هست که اروپایی و آمریکایی که در زمان جنگ به ما نخ بخیه نمیدادن نخ بخیه چه برسه به سیم خاردار چه برسه به اسلحه اما وسایل پیشگیری از بارداری وسایل به قول خودشون وازکتومی توبکتومی رایگان در اختیار ما قرار, قرار داده شد جناب آقای موسوی هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمیگیره سلام گرگ بیتمع بی نیست. نیست. وقتی دشمن به ما کمک میکنه ما رو تشویق میکنه این جمله آخر هم باشه خانم صدیق شدید شد خانم صدیق همون اوائل دهی هفتاد اومد به عنوان نماینده سازمان ملل در امور جمعیت آمریکایی. البته اصالتا پاکستانی ساکن آمریکا این وقتی اومد سخنرانی کرد الان موجود سخنانیاش گفت متاسفم من که از کشوری میام آمریکا که هنوز رئیس جمهورش تن به کنترل جمعیت نه. نداده و خوشحالم به کشوری اومدم که از همه اون کشورهایی که مورد نظر ما بوده در این امر انگار گوی سبقت رو رو بوده اینا همه سخنان بوداری بوده که باعث شد یه عده شک کنن البته البته در اوائل دهیر نوت برخی از مسئولین به اشتباهشون پی بردن و دارن سعی میکنن که روند رو تغییر بدن و ما آرزو موفقیت میکنیم برای هر کسی که قدمی برداره در افزایش جمعیت شیعه ایران بسیار ممنون متشکرم نکته قابل احترام و حائز اهمیت و خاصه اینکه که ما آگاه هستیم و خیلی وقت خودمون رو به تقافل میزنیم که آقا تبلیغات همیشه بر علیه وقایع و حقیقته اون سالها خیلی ها متذکر شدن آقا چه جوری همین نکته که شما فرمودید ما باید برای خیلی چیزا هزینه بپردازیم برای این عمل و ابزارالاتش و مواد میلیاردها دلار هاش بله. بله. که باید هزینه هنگفتی گفتی بدیم رایگان توی بهداشت ها متاسفانه و بهداری آب و جاهای دیگه الان یه عمل معمولی آقا حتما باید شما برید بیمارستان ال و بل ولی اون موقع تو بهداری ها گفتن آقا سر پاییه تمام چرا سزارین را... رایج شد چون میدونن کسی دارن بشه دو تا سه تا بچه دیگه بیشتر نمیه. نمیتونه وگرنه الان میگن بسیاری از عملهای جراحی سزارین مورد نیاز نبوده همینجوری گفتن که این روند کند بشه و خیلی جالب ما خیلی از جملات رو تحت عنوان ضرب المثل تا الان حفظ کردیم ولی این نکته که در فکر پدران و آبا ما بود رو الان دیگه یاد نداریم که شما یک لا اله الا الله گو بیار یعنی فرهنگ قدیم برای این بوده که بیاید یک فرزندی که تاثیرات معنوی توی زندگی من و بعد نسبت به خداوند متعال داشته باشه الان او نون زیاد کنیم ببینید جملات خیلی وقتا بیان کننده عقاید و ایده های آدم است. خیلی انشاءالله که یک تغییری در این فرهنگ ایجاد بشه و جوانان جرعت از دست رفتش دوباره برگرد بریم برگردیم برود خدا بر شما و امیدوارم که این مباحث موثر باشه تا دوباره یک بازنگری و یک رفرش به قول امروزی و حالا رسانه‌ای رایانه‌ایش اینه که دوباره برگشتی داشته باشیم به اون فرهنگی که صحیح بود و برخواسته از آموزه های دینی ما بوده ان شاء الله در ببینید من تعبیری میکنم به نام جهاد فرزند آوری. مخاطب من خانمه ها شاید بیشتر باشن ما با یه خطری الان مواجه هستیم که نیازمند جهاده میدونید که جهاد هم سختی های خودشو داره, بله. وقتی ما ف... صحبت از فرزند زیاد میکنیم اولا فرزند زیاد جناب موسوی نترسن اون دوازده تا نیست که اون خاخام یهودی گفت نه الان اگه هر خانواده ای که هنوز در حد فرزند آوری هست تصمیم بگیره یک فرزند اضافه کنه اگه یکی داره دو تا دو تا داره سه تا پنج تا داره شش تا مشکله اون خطر از بیخ گوشمون رد میشه ولی این باید اتفاق بیفته حداقل یک فرزند دامشه. خب تا بحث فرزند پیش میاد همونطوری که تا بحث ازدواج پیش می اومد همونطوری که تا بحث ازدواج در نوجوانی پیش اومد فوری سوال مطرح میشه که آقا سخته دشواره هم سختی داره هم خرج داره حالا در ازدواج نمیگفتن مسئله تربیت چون معمولا شوهرها خودشون موظف به تربیت همسر یا برعکس نمیبینن مونتا یه مونده فرزند میرن آقا فرزند رو باید تربیت کرد تربیت نیاز داره این سه مسئله مطرح میشه سختی ها خرج و مخارج و تربیت جای این بحث الان نیست انشاءالله در مباحث ازدواج وقتی رسیدیم به بحث فرزند آوری مفصل واردش میشه مون به خاطر اینکه ممکنه بعضی از بینندگان فقط این برنامه رو تماشا کنن شاید پیگیری نکنن یه اشاره ای میکنه اولا سختی ها ما این سختی ها رو در برنامه های اول در مورد سختی های ازدواج توضیح دادیم بله. عوض کردن نگاه به سختی ها ها رشد انسان اینا رو توضیح دادیم فل جمله اما من سوال میکنم از بینندگان آیا دهه 60 فرزند آوری راحت تر بود به مراتب خیلی سخت از هفت فرزند دهه از هفت فرزند هر خانواده بوده متوسط هفت فرزند آیا راحت بود اون فرزندان معده نداشتن اون فرزندان کیف و کفش و لباس و دفتر و قلم نمیخواستن آیا امکانات فعلی لباس اونجوری نمیدونم جارو ها و و اون زمان بود نبود, نبود. پس نه. سختی بوده چون اون زمان تبلیغات نبود میدونه سختی غیر از احساس سختیه گاهی طرف سختی میکشه ولی راضیه گاهی اوقات را در رفاه ولی احساس نارضایتی میکنه در روانشناسی میگن احساس مشکل بدتر از خود مشکله ده اولا در دهه از قطعا سختی های فرزند آوری آیا درد زایمان کمتر بود یا دوران بارداری راحتتر بود هیچ فرق نمیکنه اگه نگیم سختتر بوده راحتتر نبوده پس معلومه که تبلیغات ما رو به این باور رسونده ثانیا یه سوال مذهبی بکنم آیا خانمای سنی که متاسفانه باید این تعبیر رو به کار ببرم علمای سنی یا بزرگان سنی هوشیاری به خرج دادن در قضیه کنترل جمعیت در همین کتابی که معرفی کردم در بخش قبلی مراجعه کنید بیانیه مجلس مجمع مشورتی فقهی مکه این بیانیه و این مجلس مربوط به سال 1400 قمری میشه یعنی چند سال پیش؟ 42 سال پیش نه دهه هفتاد اوائل انقلاب ایران 42 سال پیش اینا فهمیدن داره بو و زمزمه چی میاد؟ انگار کنترل جمعیت مسلمین 17 تا فقیه سنی پای این بیانیه رو امضا کردن متن بیانی در فضای مجازی موجوده همون وقر تدابیر لازم رو اندیشیدن و گفتن ما نباید بگذاریم تو بیانیه نیست من از دلشون میخونم از فکرشون میخونم که گفتن چه فرصتی برای غلبه جمعیت ما بر شیعیان در کشورهایی که شیعه بیشتره <applause> الان اون زمان میگفتن که جمعیت سنی های ایران ده درصد شیعانه الان نمیدونم 20 درصد 30 درصد به مراتب آیا, خیلی آیا نمیدونم آمار رسمی و اختیار ندارم چه بسا محرمانه هم باشه با این رشدی که ما در میان اونها دیدیم هم از لحاظ تعداد زوجات هم از لحاظ فرزند آوری الان از 85 میلیون نمیدونم بگم 20 میلیون بگم 30 میلیون کمتر یا بیشتر سنی هستن خب اینها هوشیاری به خرج دادن نه تنها زیر بار کنترل جمعیت نرفتن کاری کردن که در دهه 70 و 80 مسئولین امرم خیلی کار به کارشون نداشتن اینا ما از نزدیک شاهد بودیم من برای تبلیغ میرفتم به این مناطق میدم که سنیا آزادانه بچه دار میشن حتی تبلیغات هم روشون نیست قطعا از اون طرف تبلیغات بود که شما زیاد بشید بلکه بتونیم یک شهری نماینده ما سنی بره مجلس و خیلی از شهرها جناب آقای موسوی حتما خبر دارید که در مثلا دهه 60 نمایندهشون شیعه بود در دهه 70 نماینده نماینده یعنی اکثریت و بهش رای دادن پس یه کاری کردن که ما از اون کار غافل بودیم پس وقتی ما میگیم جمعیت چون شبکه اهل بیت شبکه ترویج معارف اهل بیت غیر از اینکه ما نسبت به اصل جمعیت ایران احساس خطر میکنیم میگن پیری جمعیت نسبت به جمعیت شیعه هم باید احساس خطر کنیم خانم های شیعه که الان یک بچه دارن صدای منو میشنون دو بچه دارن برن ببینن توی زاهدان سیستان بلوچستان کردستان خانم های سنی در همین حد و اندازه و سن شما 5 تا 7 تا بچه دارن و سختی ها را متحمل میشن نه اینکه سختی نمیکشن چطور ازدیاد نسل شیعه هدف نیست هدف مقدسی نیست ما برای شیعه جا داره که جونمون رو فدا کنیم اما اونها حاضرن که برای اینکه عقب نیفتن بلکه با اینکه جناب موسوی با موسوی با اینکه جمعیت اهل سنت یا سنی ها در کل جهان که بیشتر از ماست همین الانش بله بیشتره بیشتره شاید ما یک چهارم یک پنجم باشیم اما حتی به کشورهایی که تو اون کشور جمعیت سنی کمتر اینا طمع دارن که بیشتر بشه حالا دیگه تبعات بیشتر شدن جمعیت سنی در جای خودش بحث خودش میده بله پس اولا سختی ها. ها هم سختی رو کشیدن و نگذاشتن جمعیتشون کم بشه بلکه بیشتر شد خرج ها و مخارجم مشه... مخارج هم خب بحث رزاقیت الهی رو ما در اصل ازدواج مطرح کردیم انشالله در بحث فرزند آوری هم میرسیم بهش بینندگان اگه دنبال کرده باشن ما در بحث نوجوانی وارد شدیم اول خیلی گفتن چه حرفی نوجوانی ما حتی تا شغل و درآمدش هم جلو رفتیم این نگفتیم آقا دو تا نوجوان ازدواج کنن برن مدرسه درس بخوان نه حتی خاطرتون باشه تا راهکارایی دادیم این حتی شغل و درآمد هم این هم راههایی برای پیشنهادهایی برای فرزند آوری داریم فقط یه حدیث که برای ما از حدیث خیلی نباشه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله من بذر افقره الله هر کس اصراف و تبذیر کنه خدا اونو فقیر میکنه و ما عالم نقتصد اگر میان روی پیشه کنیم دچار نیاز نمیشیم این قناعت خیلی مهمه ما میخوایم فرزند بیاریم ازدواج کنیم ولی قناعت نکنیم اینا با هم سازگار نیز. نیست در این باره بیشتر توضیح میدم ولی معمولا کسانی که به من میگن که آقا جمعیت زیاد پول میخواد درآمد میخواد من دم دستی بهشون میگم آقا خانوادهای پولدار بیشتر بچه دارن خانواده فقیر کدوم بیشتر فرزند دارن قاعدتا فقرا عجیبه دارد. خیلی این قدرت نمای خداست طرف میلیاردره تو خونه میلیاردر میلیاردری میشینه نمیدونم ویلا داره ماشین داره یکی یا شاید دومی دو هم ناخواسته بله. یا اگرم باشه مثلا گفتم پسر داریم یه دخترم داشته باشه اما خانواده فقیر میدونی پنج تا شیش تا کمتر بیشتر و دارن زندگی میکنن اونا بزرگ میشن ح حت تمام بچه های خانواده فقیر ازدواج میکنن هنوز اون بچه اولی خانواده پولدار میام ازدواج بکنیم نکنیم وقتش شده نشده اینا هست پس همه چی به درآمد و ثروت مربوط نیست البته به, به اگر ش... به شرط حیات و توفیق در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و سومی تربیت اینا تو ذهن ما جا انداختن آیا بچه پولدارا با تربیت ترن؟ آیا خانوادهایی که کمتر بچه دارن بچه هاشون معدب ترن؟ معلوم نیست چیز کلی ای چیزی میگن آقا گویا کلیگوی فقر و احتیاط و فساد در میان خانواده بابا در میان خانواده های پولدار اعتیاد فساد نیست کمتر آماری شما دارید من میخوام بگم بیشتره میخوام میگم کلیگوی آقا فساد و اعتیاد نه الحمدلله پولدارا همه معتاد نیستن اهل فسادم نیستن ولی همش همش تو ها اینا تبلیغاتیه که علیه می این میشه اینطور نیست البته بحث تربیت بحث دامنه داریه که سر جاش انشالله به اون خواهیم رسید فقط باز من یه هشدار میدم و این همین عنوان جهاد فرزند آوری خودش هشدار رو میرسونه که هر نفر تصمیم بگیره یک دو فرزند اضافه کنه و برای قانع کردن خانم هم راه هست مثلا من خود شما رو فرض میگیرم شما که الحمدلله از سادات هستید و میخواهید که اون کوسر ادامه داشته باشه انشالله هفت هفتش تا فرزند دارید و خواهید داشت فرض میکنیم شما رو که خانم شما مثلا عیال شما دو تا فرزند داره چجوری باهاش صحبت کنید که حاضر بشه به سومی می قدم اول سومیه دیگه حالا سومی که اومد برای قدم چهارم فکر میکنیم خب شما به خانمتون که شیعه هست مهم اهل بیته دو تا سوال مطرح میکنید پاسخ میده یا فکر میکنه فرزند اول رو برای چی آوردی میگه خب من ازدواج کردم میخوام فرزند مادر بشم برای, برای مادر, میخوام بشم پس فرزند اول رو برای خودت آوردی میخواستی مادر بشی خیلی خوب دومی رو برای چی آوردی بالاخره فرزند اول تنها بود شنیدم که تک فرزندی خیلی تبعات داره خیلی هم تبعات داره تک فرزندی بله واقعا اخیرا میخوندم این خانه سالمندان که در اروپا رایجه به خاطر اینکه تک فرزندن خب یک فرزندی که زن و بچه داره نمیتونه پدر مادرش رو نگهداری کنه اما در میان ماها سنت ما چی بوده هفت تا فرزند بودن این پدر و مادر پیرم که میشدن هفته ای ماهی خونه یه فرزند اصلا مایه خیر و برکت بودن بله. رقابت میکردن که مادر این هفته بیاد خونه ما چقدر خوب بوده یا بله. بله. قرار خونه بله. بله. سرکشی ها, ها نگهداری ها اداره امور اونها هزینه اونها خب یک فرزند از پس خانواده خودش اون نه هفتش تا فرزند بودن رو را راحت تأمین میکردن علا ایال پس دومی دو رو برای چی ارده خانم؟ برای اینکه اولی تنها نباشه هم بازی داشته باشه لوس نشه و و خیلی خوب پس تا حالا که برای خودت بوده اولی رو برای دل خودت آوردی نه اینکه چون شیعه هستم مسلمان هستم دومی دو هم بازم برای راحتی خودت بچم که لوس بشه بله بچم که عقده ای بشه اون آفات تک فرزندی این ترکشش به من میخوره خب برای اهل بیت چیکار کردی جناب خانم هایی که حرف منو میشنوید دو فرزند دارید اولی برای خودتون دومی دو هم برای خودتون الان شیعه نیاز داره به سومی سو بسم الله سومی سو یک قدم در راه اهل بیت بردارید شما که برای امام حسین گریه میکنید بله. برای اهل بیت گریه میکنید اونها جانشون رو فدای اسلام کردن جانشون رو فدای اسلام کردن خطر نه این که خدای نکرده ما میخوایم بگیم چند سال دیگه اکثریت سنی میشن اما هرچه از شیعه کمتر بشه اون خطرات رو داره بسم الله اولی برای خودت بود خانم محترم شیعه محبه لبید دومی هم برای خودت بود سومی رو برای اهل بیت برای شیعه برای جلوگیری از یک خطر به دنیا بیار تا در عمل ثابت کنی که محب اهل بیت هستی این هم خواسته ای که ما از خانمه های بلخصوص دو فرزندی داریم سختی داره برو یه سفر سیستان بلوچستان برو تو, برو تو برو کپرهای با همون خانمه های سنی رفیق شو بگو ای تو چند تا من ده تا بچه دارم برو بپرس آیا درد زایمان نداشتی آیا دوران بارداریت به جای نه ماه مثلا پس که یک ماه بوده خواهی شنید که نه خیلی هم سختی کشیده سختی. اونجا برو شرمنده میشی برگرد به شهر خودت و برای فرزند سوم اقدام کن اگر شوهرت هم گفت خرجی و روزی نداریم به برنامه های قبلی و بعدی ما گوش بده مشکل خرج و روزی هم در طرف بشه <تصفح> انشاءالله خیلی عالیه نیاز داره که یک واقعا جهادی در برابر خاصه تبلیغات منفی که بوده و هنوز اون ترکش ها و آثارش توی زندگی های ما هست متاسفانه این مقدار نسبت به اونها عمل کردمون و سیستم دفاعیمون در برابر تبلیغات بیشتر از پیش بشه تا این حرکت نتیجه بده و واقعا بحث نجاد تشیع و نجات حالا مملکت اسلامی خیلی ضروری و حیاتی است خیلی جالبه همون هایی که شعار میدادند یک فرزند کافیه یا مثلا زندگی بهتری رو خواهی داشت با فرزند کمتر الان همونها شعار میدن که زندگی شادتر با فرزند بیشتر و بعد اون تراحی ها و پوسترها و اینها میخوام بگم کلا انسان نبایستی گوشش رو به تبلیغات بده ما الان مثلا یه نمونهش رو بگم شب عیدیه ما همه یخچالا خالیه بعد توی تلویزیون تبلیغات میکنه در یخچال باز میکنه فقط پنجاه مدل مثلا کیک خامه و میوه و... کلن بحث تبلیغات برای اقراقه خیلی گوشتون رو به این حرف ها ندهی اونی که به ما توصیه کرده تحت عنوان دین و آموزه هاش او همه این موارد رو دیده میداند سختی دارد ولی توصیه کرده فرزندآوری داشته باشین به جهات مختلف به جهات هم دنیاویش هم اخرویش هم روحی و هم روانیش انشالله موثر باشه این برنامه و برنامه های آتی توی این موضوع یک تحولی در جامعه اسلامی ما و خاصه در حلقه پربرکت تشیع ایجاد بشه انشالله خیلی ممنونم از جناب آقای بافی با ورود به این بحث بسیار مهم و از شما که با ما این گونه همراه بودید و شنیدید در پناه حضرت حق باشید یک بار دیگه این ایام شاد رو هم بهتون تبریک میگم یا علی مدد آمون چک